به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمتتون. بنده میکائیل آستلی هستم با جلسه چهارم دوره آموزشی CCNA کلابوریشن از گروه وایپینگ در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در این بخش از مجموع ویدیوهای آموزشی وایپ سیسکمون میخواییم بحثمون رو با DSP ها یا دیجیتال سیگنال پروسسور ها ادامه بدیم. ببینید، به صورت پیشور زمانی که شما میرید یه دونه روتر رو تهیه میکنید، منابع سخت افزاری موجود روی اون روتر برای کارهای مسیریابی و ارسال و هدایت پکت های دیتا طراحی شدن که این عملیات ها به صورت پیشفرض نیازی به منابع سخت افزاری زیادی نداره. ولی زمانی که شما بخواید وظیفه پردازش سیگنال های صوتیتون رو هم به عهده روترتون قرار بدید، چون روتر باید حجم زیادی از سیگنال های صوتی رو پردازش کنه، این منابع سخت افزاری محدودش به سرعت پر میشه. واسه همین زمانی که ما میخواییم از روترمون به عنوان وایس گیتوی یا پردازشگر سیگنال های صوتیمون استفاده کنیم، میاییم از DSP ها یا دیجیتال سیگنال پروسسور ها استفاده میکنیم. به طور کلی چیپ های DSP وظیفه نمونه‌گیری و رمزگذاری و فشرده سازی سیگنال های صوتی رو به عهده دارن. واسه همین زمانی که ما یه دونه روتر تهیه میکنیم و کارت های ویک که حالا در ادامه بیشتر باهاش آشنا میشید، کارت های ویک کارت هایی هستن که اونها رو ما به روترمون متصل میکنیم و توسط اون کارت ها میتونیم حالا به خط های آنالوگ یا تجهیزات آنالوگ متصل بشیم. زمانی که ما اون کارت یه دونه روتر تهیه میکنیم و کارت های ویک رو روش قرار میدیم، اگر DSP کافی روی روترمون نداشته باشیم، این کارت ویک اصلا کار نمیکنه. واسه همین اولین قدم برای این که ما بتونیم از روترمون به عنوان وایس گیتوی استفاده کنیم اینه که بریم کارت PVDM رو براش تهیه کنیم که حالا متناسب با مصرفی که داریم میتونیم ویک مورد نظرش رو یا تجهیزات دیگه‌ای رو تهیه کنیم. الان تصویری که در سمت راست مشاهده میکنید یک کارت PVDM رو نشون میده. چیپ های DSP معمولا روی ماژولی به اسم PVDM سوار میشن و ما اون کارت های PVDM رو مثل رم داخل روترمون قرار میدیم. ببینید شباهت خیلی زیادی هم به رم داره. الان تصویر سمت چپ رو نگاه کنید، دایره زرد رنگ به شکل روتر مموری، دایره قرمز رنگ هم PVDM روتر هستش. خیلی شباهت زیادی داره. در روتر که بمکنید اشتباه نگیرید این روتر. حالا در جلسات آینده اگه انشالله فرصت شد، در روتری که تو آزمایشگاه ازش استفاده میکنیم رو باز میکنیم و تجهیزاتش رو نگاهی میندازیم. اما بریم سراغ مدل های مختلف PVDM. ببینید دو نوع PVDM توی کتاب مطرح شده، PVDM 2 و PVDM 3، ولی PVDM 4 هم برای تجهیزات جدیدتر سیسکو ارائه شده. فرق اینا چیه؟ ببینید PVDM 2 رو ما روی روترهای سری ISR استفاده می‌کنیم، مثل روترهای سری 2800، 3800 و غیره. ولی PVDM ورژن 3 رو روی ISR G2 استفاده می‌کنیم. ISR G2 کدوم روترها میشن؟ روترهای 2900 و 3900. بنابراین متوجه شدیم که زمانی که ما یه دونه روتر داریم و می‌خوایم بریم براش PVDM بخریم، اولین نکته که باید بهش توجه کنیم اینه که نسل PVDM که داریم میخریم به نسل روترمون بخوره. اگه ISR داریم بریم PVDM 2 بخریم، اگه ISR G2 داریم PVDM 3 بخریم، و اگه سریای جدیدتر سیسکو هستش که باید بریم PVDM 4 بگیریم. اما عدد بعدی که توی اسم PVDM ها میبینیم چیه؟ ببینید الان این PVDM 2 بود، اینا PVDM 3 هم. این عدد بعدی چیه؟ عدد 8, 16, 32, 48, 64. اعداد دومی نشون دهنده تعداد تماس هایی هست که این PVDM با کدک G711 میتونه پردازششون کنه. الان ممکنه براتون سوال بشه که آقا مگه تفاوتی هم میکنه؟ ببینید جلسه قبلم گفتیم بهتون مراحل کوانتیزیشنی که با هم دیگه جلسه قبل بررسی کردیم برای کدک G711 بود. کدکای مثل G729 یا ILBC
اینا یه سیستم فشرده سازی استفاده میکنن تا بتونن پهنای باند مورد نیازشون رو کاهش بدن. این سیستم فشرده سازی میاد یه پردازش بیشتر، یه بار بیشتری رو برای روتر ایجاد میکنن. برای اینکه بهتر متوجه بشید، بریم یه دونه صفحه من توی سایت خود سیسکو پیدا کردم، اینو یه نگاهی بندازیم. ببینید تو این صفحه اومده PVDM2 رو بررسی کرده. PVDM28 بیشترین تعدادی که میتونه تماس رو با کده که G711 پشتیبانی کنه 8 تاست. PVDM2 16 تا 32 48 64. ستونای بعدی چیه؟ اومده کودک ها رو به دو دسته تقسیم کرده. کودک هایی که بار پردازششون خیلی زیاده، کودک هایی که بار پردازششون متوسطه، پیچیدگیشون متوسطه، مدیومه. الان تو جدول پایین کودک هایی که PVDM2 میتونه پشتیبانی کنه رو مشخص کرده. ببینید های کامپلکسیتی کودک G729 بار پردازشش خیلی زیاده، ILBC زیاده، ولی کودک G722 میدیومه. الان PVDM28 میتونه 8 تا تماس با کودک G711 برقرار کنه یا 4 تا تماس با کودک های سنگین های کامپلکسیتی مثل G729 یا ILBC یا 4 تا تماس با کودک های میدیوم. حالا تو 16 تا تماس، 6 تا 8 تا. ببینید تعدادی که با میدیوم پشتیبانی میکنه بیشتر میشه. تو 32 محسوس تره. ببینید 32 تا تماس برقرار میکنه با G711، های کامپلکسیتیش 12، میدیوم 16 و الی آخر. ببینید چیزی رو در نظر داشته باشید، شما وقتی دارید راجع به یک قطعه سخت افزاری یا یه سری از تجهیزات مطالعه میکنید، خیلی خوبه برید تو سایت خود کمپانی محصول یه سری اطلاعات رو راجبش به دست بیارید. ببینید الان کامل توضیح داده PVDM رو، عکساش انداخته، عکس مقابلش هستش، عکس پشتش هستش، خیلی میتونه کمکتون کنه، اطلاعات خیلی جالبی رو میتونید به دست بیارید. ما برگردیم سراغ پاورپوینتمون، بریم اسلاید بعدی. ببینید تا اینجا کار ما با نکاتی که در مورد PVDM ها توی کتاب مطرح شده بود آشنا شدیم، اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه مباحثمون یه سری نکات رو با هم دیگه بررسی کنیم. تصویری که در سمت چپ مشاهده میکنید یه دونه PVDM ادپتر هستش. این PVDM ادپتر چی کار میکنه؟ میاد PVDM2 رو به PVDM3 تبدیل میکنه. یعنی شما اگر یه دونه روتر دارید، روتر ISR دارید که روش PVDM2 جا زده بودید و حالا این روترتون سوخته ولی PVDMش سالمه، حالا رفتید یه دونه روتر جدید گرفتید ISR G2 و میخواید از همون PVDM استفاده کنید، یه دونه از این آداپتر ها میگیرید و PVDM2 رو به PVDM3 تبدیل میکنید. اما حالا یه نکته ای، شما تصور کنید که یه دونه روتر ISR G2 داریم و یه دونه PVDM3 داریم که روی روتر قرار گرفته. حالا یه دونه PVDM2 دیگه پیدا میکنیم و میخواییم این رو هم به اون روتر رو متصل کنیم. اگر بیایم اون PVDM2 رو با ادپتر به اون روتر متصل کنیم، این دوتا با همدیگه کار نمی کنن. بنابراین زمانی که شما میخواید روی روترتون کارت PVDM قرار بدید، همه PVDM ها باید از یک نسل باشن، یا PVDM2 باشن یا PVDM3 باشن. اما حالا تصویر سمت راست چی هستش؟ تصویر سمت راست یه دونه ماژول NM هستش. تصویر من پیدا کرده بودم براتون. ببینید این تصویر پشت روتر هستش. یه سری اسلات ها و کارت ها پشت روتر قرار میگیره. یه سری کاور ها داره. اینا رو پیچاشو باز کنید، این ماژول ها به صورت کشویی توی روتر قرار میگیره. ماژول ها همونطور هم که میبینید یه سری قابلیت هایی رو به روتر اضافه میکنه، مثلا تعدادی پورت اضافه میکنه یا میتونید روش کارت های ویک قرار بدید و ماژول این چنینی. اما حالا این ماژول چی هستش؟ الان ماژولی که در تصویر میبینید، زمانی که شما روی روترتون این ماژول رو قرار میدید، میتونید یک سری از کارت های مثل کارت های ویکو که خدمتون عرض کردم برای اتصال خطوط آنالوگ هست، یک سری کارت های این چنینی رو توی این اساسش قرار بدید و
و داخلش هم میتونید کارت های PVDM اضافه کنید، یعنی میتونید ظرفیت DSV روترتون رو بالا ببرید به کمک این ماژول ها. یه قطعه بود که دوستش هم باش آشنا بشید صرفا. اما بریم سراغ نکته آخر. به عنوان نکته آخر، اینکه ما روی همه یا روترهای سیسکو نمیتونیم قابلیت وایس گیتوی رو فعال کنیم. عموما ما روی روترهای سری 2 و 3 سیسکو مثل 2800, 2900, 3800, 3900 میتونیم قابلیت وایس گیتوی بودن رو فعال کنیم، که حالا سری های جدیدتر سیسکو هم که سری 4300 و 4400 میشه هم قابلیت تبدیل شدن به وایس گیتوی رو دارن. پس این رو همیشه مد نظر داشته باشید که وقتی میخواید یک روتر برای راه اندازی وایس گیتوی خریداری کنید، اینکه اول بررسی کنید ببینید اون روتر قابلیت تبدیل شدن به وایس گیتوی رو داره یا نه. در قدم بعدی میریم قطعاتی که برای راه اندازی وایس گیتوی مون احتیاج داریم تهیه میکنیم، مثل کارت های ویک یا مثلا کارت های پی وی دی ام. بررسی میکنیم ببینیم که روتر ما چه تعداد کارت پی وی دی ام میخوره، از چه پی وی دی ام هایی پشتیبانی میکنه. پس حتما اینو در نظر بگیرید قبل از اینکه یه سناریو رو اقدام کنید برای پیاده سازی. تمام تجهیزاتتون رو از قبل بررسی کنید و در موردش مطالعه کنید که موقع پیاده سازی سناریوتون با مشکل مواجه نشید. اما بریم سراغ آخرین مبحث از ویدیو آموزشی این جلسه‌مون. به عنوان مبحث آخر میخوام در مورد دو پروتکل RTP و RTCP با هم دیگه صحبت کنیم. این دو تا پروتکل، پروتکل انتقال مدیا هستن که در لایه 4 مدل OSI فعالیت میکنن. اول بریم سراغ RTP. پروتکل RTP میاد 3 پارامتر مهم رو به پکیت های ما اضافه میکنه. یکی پیلود تایپ هست، یکی سیکونس نامبر، یکی تایم استم. پیلود تایپ چی کار میکنه؟ میاد نوع اون RTP رو مشخص میکنه. همونطور که گفتم برای انتقال مدیا استفاده میکنه دیگه. توی پیلود تایپ میاد تعیین میکنه که توی این بسته هایی که داره میاد بسته های صوت هست یا ویدیو هست. پارامتر بعدی پارامتر سیکونس نامبر هستش. سیکونس نامبر چی کار میکنه؟ به کمک سیکونس نامبر ما میایم در سمت گیرنده پکیت هایی که برای ما ارسال شده رو دوباره مرتب میکنیم و اون مدیایی که به سمت ما اومده رو دوباره بازسازی میکنیم. آخرین پارامتر هم تایم استمپ هستش. به کمک تایم استمپ ما میایم جیتر رو حذف میکنیم. جیتر چیه؟ جیتر به اختلاف زمانی بین تاخیر پکت ها گفته میشه. شما تصور کن اولین پکتتون با تاخیر 200 میلی ثانیه میرسه، پکت دومتون با تاخیر 150 میلی ثانیه میرسه، اختلاف این دوتا میشه 50 میلی ثانیه دیگه. جیتر شما میشه 50 میلی ثانیه اختلاف تاخیر بین پکت هاتون. به کمک تایم استمپ میایم این جیتر رو حذف میکنیم. اما بریم سراغ پروتکل RTCP. پروتکل RTCP بعد از اینکه تماس ما برقرار میشه میاد یه اطلاعاتی رو از اون تماس جمع بری میکنه. چه اطلاعاتی؟ اطلاعاتی مثل تعداد پکت ها، تأخیر پکت ها، پکت های از دست رفته و همون جیتر. نحوه کارشون هم به این صورت هستش. زمانی که شما تماس رو برقرار میکنید RTP میاد یه دونه UDP پورت زوج در بازه 16384 تا 32768 تا رندوم انتخاب میکنم و بعد از اون RTCP میاد یه دونه UDP سشن دیگه برقرار میکنه و با یه دونه پورت فرد توی همین بازه شروع به فعالیت میکنه. در حقیقت پورتی که RTCP انتخاب میکنه پورت فرد بعدی پورتی هستش که RTP انتخاب کرده. پس RTP شد پورت زوج، RTCP شد پورت فرد بعدیش. ببینید این اطلاعات خیلی میتونه بعضی مواقع براتون مفید و کاربردی باشه. یه موقع هستش شما میاد یه سناریو رو پیاده سازی کنید، بعد با مشکلی مواجه میشید، بعد اگه آشنایی نداشته باشید با روند کار این پروتکل‌ها، نحوه کار این پروتکل‌ها، نمیتونید اون مشکل رو حل کنید. مثلا میبینید فایروالتون میاد پورتای RTP رو میبنده یا مسائل اینچنینی پیش میاد توی سناریواتون. حتما باید با مسائل پایه‌ای اینچنینی آشنایی داشته باشید تا بتونید پروژه هاتون و سناریو هاتون رو با موفقیت راه اندازی کنید. خب مباحث مرتبط با جلسه 4 دوره آموزشمون هم در همینجا به پایان میرسه. امیدوارم خسته نشده باشید.
در جلسه بعدی با ادامه مطالب دوره CCNA کلابریشن در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.